دوستان سلام توی این آموزش میخوایم هفت تا فرمول اساسی انگلیسی رو با هم یاد بگیریم که باج بتونیم صدها جمله انگلیسی بسازیم و سطح زبانمون رو بتونیم یه پله ارتقا بدیم پس بریم شروع کنیم و یادتون باشه که فیلم رو لایک کنید اولین عبارتی که میخوایم یاد بگیریم اولین ساختار اینه که میخوایم بگیم امکان نداره امکان نداره یه چیزی اتفاق بیفته مثلا میخوای بگی امکان نداره این بازی رو ببریم ما توی فارسی مثلا بعضی وقتا عمرن اگه بتونی فلان کار رو انجام بدی همین معنی رو داره خب امکان نداره رو انگلیسی ها میگن هیچ راهی وجود نداره هیچ راهی وجود نداره تو انگلیسی چیه دوستان چجوری میگیم؟ میگیم وجود داره میشه there is وجود نداره هیچ راهی میشه there is no way there is no way خب هیچ راهی نداره که چی بازی رو ببری یعنی تو بازی رو ببری خب تو میشه you بردن میشه وین یو وین پس هیچ رای وجود نداره تو ببری یو وین این بازی رو this game there is no way you win this game حالا شما این رو بگید بگید امکان نداره این کتاب رو توی یک روز تمام کنی شما سعی کنید این جمله رو بسازید خب بله امکان نداره گفتیم میشه چی میشه there is no way there is no way این کتاب رو توی یک روز تموم کنی خب یعنی تو تموم کنی تو میشه you. تموم کردن میشه finish. You finish این کتاب رو this book توی یک روز in a day there is no way you finish this book in a day there is no way you finish this book in a day خب بگید امکان نداره این داستان رو باور کنم خب There is no way این داستان رو باور کنن یعنی اونها باور کنن اونها میشه they باور کردن میشه believe There is no way they believe این داستان رو This story There is no way they believe this story حالا شما این رو تو کامنت ها برامون بنویسید بگید امکان نداره اینجا بمونم توی کامنت ها این رو به انگلیسی برامون بنویسید حالا فرمول دوم میخوایم بگیم اشتباه کردم یه کاری رو انجام دادم یا شاید اشتباه کردم یه کاری رو انجام ندادم مثلا اشتباه کردم به او اعتماد کردم اشتباه رو توی انگلیسی میدونید دوستان میشه چی میشه mistake حالا اشتباه کردن میشه make a mistake make a mistake اما چون توی گذشته داریم میگیم میگیم اشتباه کردم یعنی توی گذشته این کار رو انجام دادیم به جای make باید بگیم made میگیم I made a mistake I made a mistake. حالا اعتماد کردم. اعتماد کردم میشه trust. میشه چی؟ trust. اما بعد از این عبارت اون فعلی که میاریم اون کاری که میخوایم بگیم راجع بهش اشتباه کردیم را همراه با انجی میاریم میگیم trusting. I made a mistake trusting به او. Him. I made a mistake trusting him. این شکلی میگیم میتونیم قبل از تراستینگ و بعد از میستیک یه بای رو هم بیاریم I made a mistake by trusting him اشتباه کردم بهش اش اعتماد کردم این بای رو هم بعضی وقتا میگن هم توی خیلی از جاها بای رو نمیگن I made a mistake trusting him. حالا بگید اشتباه کردم اون رنگ رو انتخاب کردم بگید جمله رو I made a mistake خب اون رنگ رو انتخاب کردم انتخاب کردم میشه چی؟ میشه choose اما گفتیم همراه با انجی I made a mistake choosing اون رنگ that color I made a mistake choosing that color یا میتونیم بگیم I made a mistake choosing uh, I made a mistake by choosing that color اشتباه کردم زودتر بهت زنگ نزدم خب اشتباه کردم I made a mistake زودتر بهت زنگ نزدم زنگ زدم میشه calling اما اینجا میخوای بگیم زنگ نزدم میگیم not calling not calling خب اه اه به کی زنگ نزدیم به تو you not calling you زودتر earlier I made a mistake not calling you earlier I made a mistake not calling you earlier زودتر بهت زنگ نزدم حالا بگید اشتباه کردم آب و هوا رو چک نکردم خب اشتباه کردم I made a mistake چک نکردم دوباره چی میگیم؟ Not checking I made a mistake not checking آب و هوا The weather I made a mistake not checking the weather فرمول سوم میخوای بگی چی بگم چی بخورم چی بپوشم یه همچین سوالاتی بپرسیم مثلا این رو الان شما بگید بگید واسه نهار چی بخورم ببینم چه جوری میگید خودتون بگید جمله رو خب توی این جملات دوستان ما جمله رو با این ساختار شروع میکنم میگیم what should i what should i پس جمله من رو میگیم what should i خب واسه نهار چی بخورم خوردن میشه eat برای نهار for dinner what should i eat for dinner what should i eat for dinner واسه تعلدش چی بخرم؟ خب گفتیم میگیم what should I? What should I? بخرم buy برای تولدش for her birthday what should i buy for her birthday what should i buy for her birthday به رئیسم چی بگم میگیم چی what should i tell my boss what should i tell my boss اینم از این و ساختار چهارم میخوای بگید چقدر از یه چیزی باقی مونده مثلا چقدر زمان باقی مونده است ببینم این رو خودتون میتونید بسازید دوستان چقدر زمان باقی مونده رو چجوری جوری میگید خب چقدر یعنی چه مقدار میگیم how much how much حالا چقدر زمان زمانم که میشه time how much time حالا باقی مونده است باقی مونده است از که میشه is how much time is باقی مونده هم میگیم left how much time is left how much time is left حالا کافیه این قسمت رو نگه داریم اون تایم رو عوض کنیم مثلا میخوای بگی چقدر پول باقی مونده دوباره چقدر میشه how much پول میشه money how much money is left how much money is left پس خواستی هر چیزی بگیم چقدرش باقی مونده میگی how much اون چیز is left مثلا چقدر آب باقی مونده how much water is left چقدر پنیر باقی مونده how much چیز is left خب اما این ساختار برای وقتیه که اون چیزی که میخوایم بگیم غیر قابل شمارش باشه مثل آب مثل کره مثل نون خب مثلا چقدر نون باقی مونده how much bread is left حالا بعضی وقتا میخوایم بگیم چند تا از یه چیزی باقی مونده چند تا میشه چی دوستان مثلا میخوای بگی چند تا تخم مرغ باقی مونده چند تا میشه چی میشه how many تخم مرغ میشه egg how many eggs how many eggs یادتون باشه اسمی که بعد از how many میاد حتما باید جمع ببندیم نمیگیم how many egg how many eggs چون قابل شما رشه. خب چند تا تخم مرغ باقی مونده قبلی رو یادتونه میگفتیم is left اما اینجا چون میگیم جمع میاد به جای is are میاریم میگیم how many eggs are left how many eggs are left الان شما این رو بسازید بگید چند تا بلید باقی مونده خب بله میگیم how many بلید میشه تیکت که باید جمع ببندیم how many tickets باقی مونده are left how many tickets are left شما بگید چند تا سوال باقی مونده این رو هم تو کامنت ها برامون بنویسید پس شد دو تا جمله ببینم کدوم یکی از دوستان هر دوتا رو می‌نویسن چند تا سوال باقی مونده خب بریم سراغ ساختار شیشو میخوایم بگیم مواظب باش یه چیزی مثلا اتفاق نیفته مثلا میخوای بگی مواظب باش نیفتی مواظب باش که میشه چی be careful be careful. حالا نیفتی. افتاده میشه fall اما اینجا میخوایم بگیم نیفتی باید بگیم not to, not to fall. Be careful not to fall be careful not to fall پس از این به بعد خواستی بگیم مواظب باش یه چیزی نشه میگید be careful not to be careful not to مثلا. مواظب باش خودت رو با چاقو نبری خودت رو با چاقو نبری من نوشتم با چاقی نبری خب مواظب باش میشه be careful not to be careful not to خودت رو نبری بریدن میشه cut خودت رو بریدن cut yourself be careful not to cut yourself با چاقو with the knife be careful not to cut yourself with the knife بگید مواظب باش غذا رو نسوزونی خودتون بسازید جمله رو Be careful not to سوزوندن میشه Burn غذا رو سوزوندن Burn the food Be careful not to burn the food Be careful not to burn the food و عبارت آخر ساختار آخر میخوایم بگیم یه چیزی رو ندیدی ندیده ای مثلا کتابم رو ندیدی خب این ساختار ندیده ای دیده ام دیده است اینا میشه زمان حال کامل که توی انگلیسی برای سوال پرسیدنش میگیم have you پس الان کتابم رو ندیده ای باید بگیم have you seen have you seen my book have you seen my book شاید الان این سوال براتون پیش بیاد ما توی جمله گفتیم ندیده ای ولی این چیزی که ما نوشتیم میشه دیده ای ببینید دوستان شما نباید انتظار داشته باشید دقیقا یه چیزی رو ما از فارسی معنی کنیم ما توی فارسی میگیم ندیده ای اونها برای بیان همین مفهوم میگن دیده ای و اگه شما بگی haven't you seen یه جورایی حالت اتهام میده به جمله پس سعی کنید از این جمله استفاده کنید بگید have you seen my book یعنی کتابم رو ندیدی یا کتابم رو دیده ای have you seen my book مثلا میخوای بگی کلیدام رو هیچ جایی ندیدی خب میگیم Have you seen Have you seen کلید هم My keys Have you seen my keys هیچ جایی Anywhere Have you seen my keys Anywhere Have you seen my keys Anywhere الان شما میتونید بگید Haven't you seen my keys Anywhere یه جوریه مثلا مثل اینکه که طرف تعجب میکنه که شما ندیدید یعنی احساس میکنه که شما باید دیده باشید و دارید انکار میکنید اگه این رو بگید پس سعی کنید این شکلی بگید Have you seen my keys? و اینم از این دوستان ممنون که همراهمون بودید و دوستانی که دوست دارن مکالمه انگلیسی رو از صفر تا پیشرفته رو به صورت کامل از الف با به صورت گام گام تا سطح پیشرفته یاد بگیرم میتونم برای تهیه دوره جامعمون به این شماره که اینجا نوشته شده پیام بدن تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون